ایرادی که ما به اهل سنت وارد میکنیم، میگیم شما شافعی و حنبلی و حنفی و مالک اینا چندین سال، صد سال بعد پیغمبر اومدن مذهب شما رو درست کردن، اینا که پیغمبر ندیدن که. و از افتخارات ماست که ما مذهبمون به دست پیغمبر تأسیس شد و به امر خدا. شما دیدید اون عالم بزرگ شیعه وقتی سنی ها دعوتش کردن برای مناظره، کفشاشو گرفت بغلش، وارد مجلس شد، رفت نشست بالای چی؟ مجلس. سنیا گفتن آقا ببین شیعیان ادب ندارن، شما پادشاهی، این اومده بالای مجلس نشسته. گفت حدیث از پیغمبر داریم وقتی وارد مجلس شدی هر جا خالی بود برو بشین، این حدیث پیغمبره. گفتن ببین این کفشاشو برداشته آورده تو. گفت خب ترسیدم، شنیدم در زمان پیغمبر حنفیا کفشا رو از در مسجد می‌دزدیدن، یا کفشای خود پیغمبر رو حنفیا از در مسجد دزدیدن. حنفیا صداشون در اومد آ کی اصلا اون موقع حنفی وجود نداشته که کفش پیغمبر رو بدزده. گفت ببخشید اشتباه کردم، شافعیا بودن دزدیدن. از اون ور شافعیا اصلا اون موقع شافعی نبوده که بدزده. گفت مالکیا دزدیدن، حنفیا دزدیدن. همه اعتراف کردند که اون موقع مذهب اینا وجود نداشته که کفشای پیغمبر رو بدزده. گفت آی پادشاه، اینا خودشون چهار تا فرقه اعتراف کردن زمان پیغمبر اماماشون به دنیا نیومده بودن، اینا از چه طریقی ادعا میکنن ما فقه داریم، مذهب داریم؟ و آبروشون رو برد. و ایراد مهم ما به چهار تا فرقه اهل سنت اینه، میگیم آ شما اماماتون اصلا پیغمبر رو ندیدید، اما وقتی آیات سوره بینه نازل شد پیغمبر دستش گذاشت رو شونه امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمود یا علی انت و شیعتک، تو و شیعیان تو اهل بهشت و رستگارید. این کلام مبارکیه که از دو لب پیغمبر خارج شده این کلام. لذا بنیانگذار مذهب و مکتب شیعه میشه کجا؟ خود رسول الله. و این از افتخارات ماست. اما امام صادق علیه السلام میشه مجدد، یعنی زنده کننده تشیع. آرزوی معاویه، معاویه کی بود؟ الان بهش میگن خال المؤمنین، وهابیا با همه فامیلن، دایی مؤمنا و شوهر عمه و مادر و خواهرزاده و خدا قسم در خونه امیرالمؤمنین بری باید با همه فامیل شی. خلاصه معاویه نشسته بود، کی بهش گفت معاویه دیگه دست از بنی هاشم وردار. گفت چرا؟ گفت فاطمه زهرا رو که کشتین، امیرالمومنین که شهید کردین، بچه های فاطمه رو که اسیر کردین، دیگه بس، یه ذره به اینا سخت نگیر، اینا رو ولشون کن. گفت بی مادر، هر وقت از اون میگن اسم پیغمبر رو تو از آن میبرن، تا زمانی که من نام پیغمبر رو تو عمیق‌ترین چاهای عربستان دفن نکنم خیالم راحت نمیشه. یعنی معاویه به این دلیل اومده بود میدون. یزید میگه اسب ببرید رو سینه امام حسین بکشید، نابود کنید، بچه شیرخواره رو بزنید، دختراش رو بزنید. چرا؟ میخواد اثری از اهل بیت نمونه. امام صادق دین رو زنده کرد، شیعه رو زنده کرد. اگر امام صادق علیه السلام نبود ما امروز دین نمیشناختیم، ما معرفت نداشتیم، ما امام حسین نمیشناختیم. تمام آداب زیارت کربلا از امام صادق علیه السلام اکثرش به ما رسیده است. لذا اینو خیلی مواظب باشید. افتخار ما اینه که مکتب ما، مذهب ما از طریق آقا رسول الله ثابت شده و از طریق رسول الله به ما رسیده. حالا یه ذره هم بخوایم مقام معرفت رو ببریم بالاتر، در قرآن اسم شیعه آمده است و فرمود حضرت ابراهیم وقتی مقام امیرالمؤمنین خدا به حضرت ابراهیم نشون داد، حضرت ابراهیم عرض کرد خدایا منو از شیعیان امیرالمؤمنین علی قرار بده. خیلی عظمت ها، تمام انبیا آرزوشونه که جزو شیعیان آقا امیرالمؤمنین علیه السلام باشن و این مقام امیرالمؤمنین علیه السلامه.